درود به شما براندازهای عزیز. یه جوری ابر و باد و مه و خورشید و فلک دست به دست هم دادن تا امشب ابراهیم رئیسی تومه گورکا بشه که گویا درختای جنگل میخوان هر طور شده انتقام دشمنی دولت رئیسی با درختای ایران رو ازش بگیرن. ببینید طبیعت چطوری برای گرفتن انتقام از رئیسی دست به کار شده. امکان جستجو از طریق بلگرد و پهپاد واقعا وجود نداره به خاطر مه و ابر و هوای مهلکی که اونجا وجود داره. شرط شم شرط صعب العبور و سخت است. ما توکل به خدا داریم پیگیریمون انجام میدیم. باید بگم منطقه ای که بالگرد آمریکایی ابراهیم رئیسی سقوط کرده اسمش قردلاره. قردلار به معنی گورکاست. اگه گورکای قردلار زود به جنبن، استخونهای ابراهیم رئیسی فردا صبح صبحانه همای سعادت میشه. پرنده‌ای که حالا همه سقوط بالگرد رئیسی رو به حساب پاقدم خوب این پرنده گذاشتن. خبر عجیب دیگه ای هم که توسط مصطفی فقیهی اعلام شده اینه که نوشته نقل است که امام جمعه تبریز قبل از سقوط بالگرد خودش رو به پایین پرت کرده و زنده است. اما از سرنوشت مابقی افراد از جمله رئیسی و امیر عبداللهیان خبری در دست نیست. صدا و سیما هم به جز پخش کردن تصاویری از حرم در مشهد محتوای دیگه‌ای برای پخش نداره. اما به نظر میرسه که مردم در حرم هم بیشتر دارن دعا میکنن که رئیسی تا الان تومه گورکا شده باشه. این عکس کاملا نشون میده که عده‌ای از مردم حتی در مشهد هم از این اتفاق خوشحالن. در حال حاضر در همه جای ایران جشن و سرود ملی به مناسبت مرگ ابراهیم رئیسی در حال برگزاریه. این مردن رئیس جمهور فقید کشورم رو تبریک میگم به کل مردم ایران. امیدوارم که باقیهشون هم همینجوری سربنیست بشن. امروز 30 اردیبهشت ماه 1403. از بعد از باخت سنگین دلقکای فوتبالیست خامنه ای تا امروز هرگز مردم ایران به این اندازه شاد و خوشحال و امیدوار نبودن. جشن گرفتن مردم به مناسبت سقوط رئیسی دارن فشفشه میزنن. به به شلا به واقعیت تبدیل شد. خامنه ای هم بالاخره به حادثه هلیکوپتر واکنش نشون داد. خامنه ای در دیدار جمعی از خانواده های سپاهیان حرفای خیلی عجیبی درباره ابراهیم رئیسی زد. اشاره ای می کنم به حادثه نگران کننده ای که امروز عصری برای رئیس جمهور محترم و همراهانشون پیش آمد. امیدواریم خداوند متعال به سلامتی کامل رئیس جمهور عزیز ما و همراهانشون رو به آغوش ملت برگرداند. البته دعا باید بکنیم، شما هم دعا کنید، همه دعا کنن سلامت این جمع خدمتگزار را که در رأسشون رئیس جمهور محترم و مغتنم قرار دارد، خدمتگذاری اونها و تلاششون برای کشور نعمت بزرگی است. امیدواریم خدای متعال این نعمت را از کشور سلب نکند. ولیکن مردم عزیزمون، چه شما که اینجا نشستید، چه کسانی که بعداً عرایض ما رو میشنون، مطمئن باشن که هیچ اختلالی در کار کشور به وجود نمیاد. مسئولین از امروز بعد از ظهر عصر که خبر حادثه رو شنیدن با جدیت چند برابری مشغول کارهای خودشون هستن. ما هم توصیه هایی که باید بکنیم به اون عزیزانمون توصیه کردیم. همه چی انشاءالله مرتب منظم کارهای کشور پیش می رود.
هم امنیت کشور، هم امنیت مرزها، هم برای کارهایی که در سطح کشور به وسیله قوه مجریه باید انجام بگیرد انجام میگیره. مردم نگران نباشند، دلواپس نباشند. انشالله رئیس جمهور هم به دامن مردم، با آغوش مردم برمیگرده و کارها هم انشالله به بهترین وجهی به جریان میفته. اولا که ما اصلا نگران نیستیم، اون کسی که باید نگران باشه تو هستی، نگران این که نفر بعدی خودت خواهی بود. دوم این که امروز ظاهرن تو از همه خوشحالتری، چون مجتبی رو یک گام دیگه به جانشینی خودت نزدیکتر کردی. اما آخرین گزارش صدا و سیما هم اینه که تا یکی دو ساعت دیگه حتما خبر قطعی درباره رئیسی رو اعلام خواهند کرد. اینطور بگم خدمتون، با تجهیزات کامل، با پهپادهایی که الان توی منطقه و همین الان هم من شاهدش هستم که اینجا عبور و مرور دارن، با اینکه شرایط سختی رو براشون ایجاد کرده. بله. همونطور که گفتید دکل‌های مخابراتی سیار توی منطقه به قولی احداث شدن تا محل دقیق رو مکانیابی بکنن. نیروهای امدادی هم اینجا واقعا شرایط دشواری رو دارن. بله. اما این دشواری به واسطه تجهیزات کاملشون، به واسطه تلاشی که دارن اینجا واقعا انجام میدن، فکر نکنم بتونه مشکل شدیدی براشون ایجاد بکنه. پس حدس شما این است که تا چند ساعت آینده میشود به یک خبر قطعی حداقل رسید؟ امیدوارم که اینطور باشه، صحنه اینطور به ما میگه. خیلی خوب. و اینکه واکنش احمدی نژاد هم در نوع خودش خیلی جالب بوده. در حالی که هنوز خبر قطعی از سرنوشت ابراهیم رئیسی منتشر نشده، احمدی نژاد مرگ رئیس جمهور رو تایید کرده، تأییدی که بیشتر شبیه تمسخره. احمدی نژاد نوشته انا لله و انا الیه راجعون، بازگشت همه به سوی اوست. کنایه احمدی نژاد انقدر سنگینه که هر کاریش کنیم یه گوشش میگیره به خامنه ای. انگار داره بهش یادآوری میکنه که این راهیه که تو هم باید بالاخره یه روزی بری. اینم بگم که برای اولین بار در تاریخ مراسم جشن و شادی به مناسبت تولد امام رضا در حرم لغو شده، چیزی که ثابت میکنه رئیسی حتی توی شکم گرگ هم قدرتمنده. انقدر قدرتمند که مزدوران سرکوبگر جمهوری اسلامی از ترس برگزاری بزرگترین جشن ملی تاریخ در خیابانهای ایران ریختن توی خیابونها تا مردم رو بترسونن. از وقتی خبر مرگ رئیسی قاتل رو پخش کردن، اینجا خیابون آزادی نبش استاد معین، مامورا ریختن آماده باشن. آقا یه جشن و سروری باید برپا کرد، مردم باید بیان بیرون.